شیعیان نیجریه با برگزاری تظاهراتی به ادامه بازداشت شیخ زگزاکی اعتراض کردند. شیعیان نیجریه در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی شیخ ابراهیم زگزاکی روحانی شیعه نیجریای اصل این کشور در شهر سوکوتو مرکز ایالت سوکوتو و دیگر شهرهای این ایالت واقع در شمال غرب نیجریه دست به راهپیمایی اعتراضامی زدند. در این راه زنان و مردان اهل تشیع نیجریه آزادی فوری شیخ ابراهیم زگزاکی و همسر او را خواستار شدند. پلیس نیجریه نیز در واکنش به برگزاری این راهپیمایی پیمایی ها میز همچون گذشته با اتخاذ روی کردی خشونت میز اقدام به پرتاب گاز اشکاور برای متفرق کردن راهپیمانان کرد. فعالان مدنی نیجریه از هجوم نیروهای پلیس به مراکز شیعیان در شهرهایی که در آنها راهپیمایی برگزار شده بود خبر دادند. به گفته این فعالان، نیروهای پلیس با هجوم به این مراکز اقدام به تیراندازی کردند. در طی این هجوم یک نفر را نیز بازداشت کردند ولی تاکنون خبری از شهادت یا مجروح شدن کسی منتشر نشده است. موج سرکوب شیعیان در نیجریه از دو سال گذشته و با یورش نظامیان این کشور به حسینیه شهر زاریا در ایالت کادونا آغاز شد که در آن شیخ زکزاکی و همسرش در جریان این حمله دستگیر شدند و بدون تفهیم اتهام و محاکمه هنوز در زندان به سر میبرند. در حمله نظامیان نیجریه به شیعیان در روزهای دوازدهم و چهاردهم دسامبر 2015 در شهر زاریا بیش از 350 نفر از جمله سه فرزند شیخ زگزاکی به شهادت رسیدند. سازمان عفو بین اوایل اردیبهشت 1395 ارتش نیجریه را به کشتار شیعیان، دفن کردن آنان در گورهای جمعی و نابود کردن مستندات مرتبط با این جنایت متهم کرد. این سازمان بین المللی همچنین تصاویری ماهواره‌ای به گزارش خود ضمیمه کرده بود که محل گورهای جمعی شیعیان در نیجریه را نشان میداد. سال گذشته این سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که مقام های نیجریه باید مطابق حکم دادگاه عالی فدرال این کشور شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش را فوراً از زندان آزاد کنند.